گروه طالبان دستور کوچ اجباری بیش از 600 خانواده در استان غور افغانستان را صادر کرده است. بر اساس گزارش ها، استاندار طالبان در غور به این خانواده ها دستور داده است که در اسرع وقت خانه هایشان را ترک کنند و حق بردن محصولات زراعتی، وسایل و دام هایشان را نیز ندارند. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. انتقام جویی و کوچ اجباری مردم توسط طالبان در 3 سال گذشته به صورت گسترده ادامه داشته است. در تازه ترین مورد، استاندار طالبان در غور دستور تخلیه حدود 600 خانواده را در شهرستان دولتیار صادر کرده است. بر اساس این دستور طالبان، ساکنان بومی منطقه باید به شکل فوری منطقه را ترک کنند. طبق دستور طالبان، هیچ ساکنی در محل حق انتقال دارایی‌ها، محصولات زراعتی و حتی در و پنجره‌های خانه‌هایشان را ندارند و باید با دستان خالی منطقه را ترک کنند. منابع می‌گویند جنوب دریای هریرود در شهرستان دولتیار شامل حدود 800 هزار هکتار زمین آبی و علفزار می‌شود که بین 4 هزار خانوار قوم تایمنی و 50 خانوار دیگر به نام قوم سردار خیل از سالیان متمادی به این طرف دعوا وجود دارد. ساکنان محلی میگویند طالبان میخواهند که با استفاده از کلمه صلح مردم بیدفاع را آواره و در به در سازد. ساکنان مناطق روستاهایی که به دستور طالبان مجبور به کوچ اجباری شدند میگویند با انتقام جویی شدید طالبان روبرو هستند. به گفته آنان طالبان دستور دادند که از صحبت با رسانه‌ها خودداری کنند و بدون قید و شرط دستورالعمل این گروه را بپذیرند. در غیر این صورت زندانی خواهند شد. این تنها موردی نیست که طالبان مردم محل را مجبور به کوچ اجباری و باجدهی به افراد وابسته به خود می‌سازند. این گروه حدود 1 ماه قبل ساکنان هزاره نشین 1 روستا در استان ارزگان را نیز مجبور به کوچ اجباری و پرداخت 30 میلیون افغانی به کوچی ها در مقابل زمین های خودشان کرده است. همچنین طالبان در جریان 3 سال گذشته به صورت مکرر از شیعیان و هزاره ها در غزنی، دایکندی و میدان وردک باج گرفته و از ساکنان این مناطق از دعواهای 30 سالشان پول های هنگفت گرفتند. شورای جهانی 5 شیریان هم حدود 1 ماه قبل گزارش داد که طالبان در 3 سال گذشته 2400 نفر از جمله زنان و کودکان را از استان 5 شیر کوچ اجباری داده و افراد خود را در خانه های آنها جابجا کردند. از عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای حفیظ سلام و عرض ادب. آقای حفیظ، به نظر شما دلیل تداوم این اقدام ها از سوی طالبان چیه و شیعیان چگونه می توانند در مقابل این گونه ظلم و ستم ها به حقوق خود برسند؟ بفرمایید. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و تمامی همکارا و ممنونم آشنایی شما. متاسفانه که غصب سرزمین ها و کوج اجباری از روزی که نام جعلی افغانستان بالای او سرزمین گذاشته شده، این از 270 سال پیش که یک کشور به نام افغانستان یا یک سرزمینی تازه شکل میگیره به نام یک جغرافیای خاص دیگه تحت عنوان در تصفیه های داخلی وجود داشته بین پشتون ها و غیر پشتون ها که 180 قبل از او هزاره ها و شیعه ها در سرزمین افغانستان به نام افغانستان در اکثریتی نفوذ قرار داشته و همچنان سرزمین های وسیع را در اختیار داشته. متاسفانه که در دوران احمدشاهی عبدالی و احمدشاهی دورانی غصب سرزمین ها از جنوب افغانستان شروع میشه که هزاره ها را کوج اجباری میده و ای در دوران عبدالرحمن به شکل وسیع و گسترده بیشتر میشه و 62% هزاره ها یا مجبور به ترک سرزمینشان میشه یا کشته میشه و یا هم در بازارهای پشاور فروخته میشه.
و 50% سرزمین هزاره ها در دوران عبدالرحمن اینا چی میشه؟ گرفته میشه توسط برادرهای پشتون و بعد از در دوران امان الله خان ای قانونی میشه که به نام کوچی، به نام ناقلین پشتون ها به شمال افغانستان و بعضی جاهای دیگه افغانستان اینا انتقال داده میشه مطابق قانون و به اساس دستور حکومت. بعد از او کم کم در دوران ظاهرشاه و حتی در 20 سال جمهوریت هم به نحوی ای سیاستی غصب سرزمین های غیر پشتون و مخصوصا هزاره ها و شیعه ها جریان داشت که در دوران کرزی دو بار برای کوچی ها تحت نام کوچی ها سرزمین های حاصل خیز شمال افغانستان به حکم رئیس جمهور وقت آقای کرزی بود توزیع شدند که کوچی ها دیگه غایله و مشکل در مناطق مرکزی و هزارستان خلق نکنه، بره به شمال افغانستان جای به جای شد. حالا اینمی سلسله اینمی غصب سرزمین ها و غصب جایداد های هزاره ها و شیعه ها و در کل غیر پشتون ها که تاجیک ها و ازبک ها هم شامل میشه و سایر اقوام این جریان داره و امو پالیسی تسخیر کل امو سرزمین توسط برادرای پشتون افغانستان هست. هیچ حکومتی چی امروز طالب است که ایر ما حکومت نمیدانیم، یک گروه تروریستی وحشی فاشست تک قومی تک مذهبی تک گروهی و تک جنسیتی آمده، خب امروز دو روز پنج روز یا یک سال دو سال دیگه شاید از بین بره. اما این تاریخ و غصب سرزمین در افغانستان از روزی که کشور به نام افغانستان ایجاد شده شروع شده تا ای که یک قوم بیای مرد دیگه اقوام را سرکوب بکنه، سرزمینشان را بگیره و آهسته آهسته او سرزمین به نام یک قومی که او نام از او قوم بالای کل مردم افغان مردم او سرزمین گذاشته شده که افغان است. افغان نام یک قوم است، میخواهند هم سرزمینشان را بگیره، هم هویتشان را بگیره، هم زبانشان را بگیره، هم تاریخشان را بگیره. این جریان داره متاسفانه بله. که کار امروز نیست، شاید بعد از این جریان داشته باشه و سوال شما این بود که چطور جلوگیری شود؟ این با کار مدنی، با کار صلح‌آمیز نمیشه متاسفانه در افغانستان. 270 سال از جریان داره. یک راه داره که عمل بالمثل صورت بگیره که متاسفانه عالم او وحدت نظر هم وجود نداره. بله، تشکر میکنم از شما. تشکر از عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.